کنم خادم کریمی اینجا در استودیو با ماست خادم اول در مورد وضعیت پناهجویان افغانستان در پاکستان به ما بگو چه میگذرد در پاکستان پس از اینکه طالبان روی کار آمد در افغانستان دنیا شاهدی بود که یک موجی سیلاسای از مهاجرت از افغانستان آغاز شد و چون به حال به دلیل شباهت های اجتماعی و در همتنگی های اجتماعی و فرهنگی و با از طرف دیگه به نزدیکی بیشترین مهاجرین افغانستان وارد ایران و پاکستان شدند در پاکستان پاکستانی ها به پناهجویان افغانستان کمتر نگاه امنیتی داره و بیشتر به عنوان ابزار فشار نگاه میکنه البته برخلاف آن چیزی که در رسمیات میگن در ماه های اخیر در دو سالи گذشتهتهری طالباندر داخل خا استان افزاش بسر بеپیشиنаی داشته و ماهها اخره пاکиستانها اعلام кردن کи تعدادی از کаسانی در ماهها اخ حملات مسلحانه عله نیروها امنیتи شور دست داشت تعداد از اطبоع افغانиستان بود

خادم به مسئله ایران هم بپردازیم در روزهای گذشته موج از انتقادات و بعضا حمایت ها از مهاجرت پناهجویان افغان به ایران هم مطرح شده موضوع رو موضوع وضعیت پناهجویان افغانستانی در ایران رو چطور می‌بینید به نظر من این بحث بسیار گسترده است من کوشش می‌کنیم که به اختصار بگیم مسئله پناهجویان افغانستان در ایران ابعاد مختلف داره یک بودش این که این مهاجرت به معنای واقعی سیلاس است یعنی شما مدرن ترین کشورها مثل اتریش کشورهای اروپایی اینا با امکانات مالی فراوانی که دارن از هر لحاظ وقتی مثلا نیم میلیون پناهجو اگر یک بار سرازیر شوند، احتمال ای که ناگهان حتی یک حزب راستگرای ضد مهاجرتی هم روی کار وجود دارد کما اینکه سابقه ای 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 چنین گرایش هایی در حتی کشورهای اروپایی که به هر حال مدافع حقوق بشر و ارزش های مدرن مثل اینها هستند مشخص. در ارоن به ه ترب ی روخи موضوع س و بصورаи طبیعӣ ح ه и مردуمи ارоن رانها اяت ا اقتصاد انها فرهنی اه موضوع دиگаر به نظر مеرسه и ت در ایرоن ممкиنه از и مهоجران براи ترкиبи بافت جمعяت استفاده уنه برای اهداف امنیتی خود در منطقه استفاده ن ما ن سابقیش وجود دار از فاتمون در جنگи سوریه استفاده ردن و عمده ازها مهاجرین افغانستانی بودن حتی میتاان به عنوان ابزار در روز مبادا برا سرکوب اعتراضها استفاه ن حومت ایران میشناسمب همن ترب در درون این پناهجویان یک تعداد از سربازان نیروهای امنیتی پیشین افغانستان هستند که من فکر کنم که برداشت ما این است که حاکمیت در ایران به دنبال این است که در روز مبادا از این سربازان علی طالبان به ابزار فشار استفاده کنه و از کلیت 5 میلیون مهاجر در روز مبادا به عنوان یک ابزار فشار برای طالبان استفاده کنه یک روخی مسئله است روخی دیگه این ای است که مردم هم به هر حال نگرانی های متعدد دارند از یک جان... این تهدیداتی است که میتونه از طرف حاکمیت اعمال شود از طرف دیگه بافتی فرهنگی و سر بافت فرهنگی و اینا تاثیر داره اما واقعیت اینه که جامعه ایران در در یک التهاب است و موضوع پناهجویان در ایران تبدیل شده به یک توپی بین حاکمیت طرفداران حاکمیت و معترضان که به هم دیگر ظح ا سرع مضع ورود وضور مهاا فغانستا ان زر قوانن مبو ب مو مهار نامد و فعالان اتماع اف حقو ناهجا ااه وضت عله ناهجا اان تشد